بینندگان عزیز، هموطنان قدرمند، السلام علیکم. امیدوار هستیم که جور و صحت و سلامت و سرحال باشیم. خداوند را سپاسگزار هستیم که ما ناصر آریان و همکارای عزیز ما از شهر هامبورگ جرمنی با ارائه برنامه پنجره اروپا بازم در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار داریم. هموطنان عزیز، بسیار سپاسگزار هستیم از لطف و محبت های شما، از تلفن های محبت آمیز شما، از ایمیل های شما و از نظریات بسیار سودمند شما در مورد بهتر شدن کار پنجره اروپا. ما و همکارای عزیز ما همیشه تلاش داریم که تا بتانیم کمبودی ها و نواقص را که در کار ما هست جبران کنیم و بتانیم برنامه های بهتر و خوبتر بر شما دوستا و عزیزا داشته باشیم. در هر حال اگر این همکاری متقابلا باشه، انشالله نتایج مؤثر و بهتر خواهد داشت. بازم پنجره امشب را می گوشاییم برای مهمان عزیز، برای هنرمند بسیار خوب ما که سالهای سال است با کاروان موسیقی افغانی همراه است، آقای نجیب رئی، مهمان هنری برنامه پنجره اروپا است. نجیب جان رئی، بسیار زیاد خوش آمدی. دومین بار است که به پنجره اروپا تشریف آوردین، بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا حتما یک اول پرسی با بیننده‌های عزیز داریم. زنده باشین شما آریان صاحب. من اول سلامای خود خدمت خودت، خدمت احمد جان و تمام دستان در کارهای شبکه جهانی پیام افغان تقدیم میکنم و از طریق این تلویزیون دیدنی و جالب سلامای خود به تمام هموطنان عزیز خود در سراسر دنیا، در هر کشوری که تشریف دارن، سلامای خود تقدیم میکنم و امیدوار صحتمندی بر همه هموطنان عزیز خود است. تشکر نجیب جان رهی. بیننده های عزیز، نجیب جان رهی هنرمندی هست که قرار معلوم از سال 1980 با اولین آهنگ خود که به نام هشکم و دردم نام داشت، اولین آهنگ خود اگر اشتباه نکنم از رادیوی افغانستان وقت شما همکاری خود آغاز کردن و بعدا آهنگ های متعدد را در داخل افغانستان ثبت کردن و به اصطلاح یک سرنوشت بسیار جالب هنری را اینا تا حال پیمودن. خواستیم در این یک ساعتی که نجیب جان با ما هست در مورد آهنگای نوشان، در مورد کلیپ‌هایشان، در مورد گفتنی‌هایشان با ایشان صحبت‌های داشته باشیم. خود نجیب جان، بله، اول خب بسیار یک تخلص معقول انتخاب کردین، رهی. بله، همیشه تخلص شما مرا به یاد رهی ماهیری، شاعر بسیار بلند آوازه اندازه که واقعا شاعر خوب است، یادشان بخیر. و اتفاقا ما دیوانشان هم آوردیم در خلال برنامه، حتما شعرهایی از اینجا هم خواهیم خواند. بله بله. خب نجیب جان رهی، خودت در این اواخر در این چند سفر به افغانستان داشتی، به این که از جا آغاز کنیم، دستاورد از این سفرهایت اگر اندک اندک قصه کنی که چند سفر داشتی به افغانستان و چه کارهای مهم را در افغانستان انجام دادی، البته کارهای هنری. بله، ما دو سفر داشتیم که در ضمن از دو سفر خود 8 آهنگ ثبت کردیم. 8 آهنگ تازه ثبت کردیم که بعضش از طریق تلویزیون نشر شده و بعضش هم نشر نشده، که شامل آهنگای پشتو، دریس و یک آهنگ وطنی هم است، یک آهنگ در مورد ستایش مادر است. 8 آهنگ تهیه کردیم که انشاءالله دوستای عزیز ما از طریق تلویزیون های مختلف خواهد دیدن. خب که خب ما شما لطف کردین این آهنگا را در اختیار ما هم گذاشتیم که ما این آهنگا را به نوبه البته هم صحبت کنیم و هم این ویدیو کلیپ های شما را ببینیم. بسیار لطف کردین که آهنگا را برای پنجره اروپا هم سپردین. شما موافق هستین که امیروال برنامه قسمه باشه که هم کلیپ های مقبول شما را ببینیم و هم یکان پرسش داشته باشیم و در خلال برنامه بر یکان پرسش و تلفن دوستا هم جواب بگیم. چرا نه، درست است. ابتدا
کلیپ آهنگ مقبول شما را میبینیم و بله میشنویم، بعد باز سوالای در مورد آهنگ، ساختار، بسیار شعرش از شما خواهیم داشت. بسیار خوب است. شما من قصه دل گویم قصه رسوایی، من همدم دل جویم همدم تنهایی، من قصه دل گویم قصه رسوایی، من همدم دل جویم همدم تنهایی. جهان من تو، کهکشان من تو، اختر شبها در آسمان من تو، اختر شبها در آسمان من قصه دل گویم قصه رسوایی، من همدم دل جویم همدم تنهایی، من قصه دل گویم قصه رسوایی، من همدم دل جویم همدم تنهایی. تنهایم که بی تو شیدایم، که بی تو رسوایم، که بی تو شیدایم، که بی تو رسوایم، من قصه دل گویم قصه رسوایی، من همدم دل جویم همدم تنهایی، من قصه دل گویم قصه رسوایی، من همدم دل جویم همدم تنهایی، همدم آریا زرگری. آریا زرگری با اعتبارترین زرگری در شهر هامبورگ جرمنی، فروشنده مرغوب‌ترین طلاهای دبی 22، 21 و 18 کیلات، زیورات نقره، ترمیم زیورات، خرید زیورات، خدمات تجهیز محافل عروسی و خوشی شما و مدیریت آقای بریالی صدیقی در خدمت شماست. آدرس: آریا زرگری، شهر هامبورگ جرمنی، اشتایندم، شماره 87، نزدیک به اوبان لومولنشتراسه. شماره تلفن 040-23-55-34-12. خب
خب بیننده‌های قدرمند، شما ویدیو کلیپ جالب را از نجیب جان رهی، آوازخوان محبوب ما، دیدین. واقعا کلیپ مقبول دیده بودین، ساخته بودین. زنده باشین شما. فقط مختصر در موردش صحبت کنین که کیا با شما همکاری کرده بود. ای آهنگ سابقه است که ایروی جان قاسمی یک وقت با گروپ شاین یک وقت خوانده بود و بسیار آهنگ خوب و جالب هم بود. من اکثر اینجا بسیار دوست داشتم در محافل عروسی میخوندم شد. یک وقت باز فعلا ای آهنگی که تهیه شده توسط موزیکش توسط فاروق فیاض کار شده و مسئله ویدیوش رامین منصور که در سیودن زندگی میکنه اونا تهیه کردن برای من. بسیار خوب. و کلیپش نگفتن مونه که در افغانستان تهیه شده، نه در اینجا. خب نجیب جان رهی، ما انشاءالله در خلال برنامه در مورد سفر شما در افغانستان پرسش های خاط داشتم، در مورد کار با هنرمندا یا کار با موزیسنا بسیار سوال های زیاد است، ولی قبل از همه بر از اینکه آغاز برنامه است فراموشم نشوه، میخوام که اندکه از آغاز همکاری های خود با رادیوی وقت افغانستان، بله، ای که شما چگونه به رادیو راه یافتین و کیا با شما همکار بود، بله، و چی به اصطلاح یک پروسه را طی کردین، کوتاه مختصر اگر توضیح بتون خوش میشم. بسیار خوب است آریان صاحب. ما خودم موسیقی را کم کم آوازخوانی را یا زمزمه را از دوره مکتب شروع کردم که در مکتب چی داشتم در کنسرت های اشتراک میکردم و بالاخره یک وقت شد که مثل فول فاکولته بودم که یک هرمونیه خریدم و همکاری استاد انیف که فعلا هم در رادیو تلویزیون ملی هرمونیه مینوازن، حنیف نبیزاده، به همکاری از یک هرمونیه خریدم و بالاخره کار هرمونیه را، تمرینات هرمونیه را شروع کردم که باز یک سال بعدش فکر میکنم با افغان موزیک سر و کار پیدا کردم. رفتم افغان موزیک با ارکسترهای مختلفی که اونجا بود، با دوستای بسیار عزیز که از طبقه و اقشار مختلف موسیقی جمع شده بود، موسیقی محلی بود، موسیقی جاز بود، ارکستر مختلط بود، به اصطلاح ارکستر محلی بود. با اینا آشنا شدم، بعض چیزها رو از اونجا آموختم، از کسایی که فزن اونجا صاحب نظر بودن میفهمیدن، از اونا مشوره گرفتم و همکاری ما از سال 1980 با افغان موزیک و رادیو تلویزیون ملی افغانستان شروع شد که از استادا شما نام نگرفتن که کیا از استادای موسیقی با شما تو مشخص همکاری داشتن؟ والا استادا خو فزن استاد نبیگل بوده که چی مینواخت، دلربا مینواختی، کسایی بودن، سلیم قنداری بود که سنتور مینواختی، کسایی بودن، خدا بیامرزشان، همه کسایی هستن که داشتن. بله اینا فوت کردن، کسایی بودن که اکثر چیزا رو از این کسا مختیم، از خدا ببخشه استاد سلیم سرمست. جمعن شما چقدر آهنگ در آرشیف رادیو تخمینا داشته باشه؟ در آرشیف رادیو تلویزیون من جمعن 20 آهنگ دارم در آرشیف رادیو تلویزیون که از دو جمله 16 پارچش من در تلویزیون ملی لبسن کردیم. بسیار عالی. 4 پارچش دیگه زمین مساعد نشد که چی کنم. بسیار خوب. خب از این آهنگ ها تو در اختیارتان هست که در تلویزیون ملی لبسن کردین؟ تو پیشتان رسیده تا؟ متاسفانه که قبلا سیستم تلویزیون ملی قسمی بود که از بوش، فیتای بوش، از او نشر میکردن یا ثبت میکردن، رو که پال سیستم تغییر کرده باید او دیجیتال شوه و متاسفانه که من موفق به میگپ نشدم که همه ای آهنگار دیجیتال بسازم اونجا و به سرس من قرار بگیره. خب اونجا طبعا وجود داره، بعض وقتا در تلویزیون ملی بعض آهنگای مرا نشر میکنن، آهنگای سابقه را. خب بعض آهنگا طبعا نقصای خودم پیدا میکنه، چرا که وقتی که شرایط نامناسب بوده یک اندازه بعض چیزا خراب شده. خب بر صورتش من امیدوار هستم که در نزدیکی ها آهنگای سابقه خودم به دست بیارم. به این خاطر گفتم که چون آهنگای سابقه شما دست ما نیست، بله، و ما از آهنگای نو مقبول شما استفاده میکنیم. شما فعلا اگر اجازه شما باشه یکی از ویدیو کلیپ های
دیگه شما کوه هم در طبیعت افغانستان ثبت شده. بله بله. او را یک جای با هم اگه اجازه باشه ما در مورد ازی بگیم که یک آهنگ بسیار سابقه محلی سمت مشرق افغانستان است که فقط ای آهنگ بسیار زیاد میشناسن همه و کسی که ایره خوانده بودم ایره به نام حضرت باز استاد میگفتن که بسیار زیاد آدم مشهور بوده بین از اونا. ما در این سفر آخر خود همین آهنگ هم اونجا ثبت کردم اودیوشه و ویدیویی ساختم شم اونجا که اون ویدیو هستم جالب باشه برای هموطنان عزیز ما. با بینیدهای عزیزی یک جای میبینیم. استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در هامبورگ. اعلانات تجارتی، تبلیغات تصویری، تهیه ویدیو کلیپ‌های هنرمندان عزیز را با
استاندارد دیجیتال آدی تکنیک تهیه می دارد. مد استودیو تبلیغات تاجران عزیز را که اعلانات خیش را از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر بسپارند و طور مجانی اجرا خواهد داشت. احمد استودیو زمینه ای همکاری تکنیکی، ارسال و پخش برنامه های لایف تلویزیونی را برای شما برنامه‌گذاران عزیز از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان مساعد می سازد. احمد استودیو همکار فرهنگی شما. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره تلفن 2076-48-34-04-84-84 تماس شد. آهنگ مقبول فولکلوریک جالب از انتخاب کرده بودین. زنده باشین شما. والا من میره آرزو داشتم که رسب کنم، منتها متاسفانه که چنین آلات موسیقی و کسی که چنین کار بکنه در اینجا نبود. ولی خوشبختانه بگیم خوشبختانه کاله چهره کار موسیقی در افغانستان بسیار تغییر کرده. به این معنا که قبلا خب وقتی که ما ثبت می داشتیم می رفتیم لایف، مسائل نوازنده بود، نوازنده می آمدن و هر کس، و اگر یک نوازنده یک اشتباه می کرد باز مجبور که او رو پس آهنگ از سر چی می کرد آدم باید ثبت می کرد. ولی حالا خب کار کامپیوتر شد و جوانایی که کار میکنن واقعا بسیار جوانای پرکار هستن، پرتلاش هستن، واقعا کارهای بسیار خوب دارن. من دیدم کلیپ ها رو دیدم، ویدیو کلیپ ها رو دیدم و ثبت اودیو ها رو شنیدم. بسیار چیزای خوب، بسیار چیزای عالی کار کردن. یعنی یک امیدواری است که اونمو کسایی که اما قدر سال اگر ما فکر میکنیم که از موسیقی دور ماندن، موسیقی نیست، امکان داره کجا به کلی ایگپا به کلی مرده باشه. اما فضل خدا فوق العاده قدر جوانای با استعداد در عرصه موسیقی کار موسیقی و در عرصه آوازخوانی، اما قدر نام خدا جوانای با استعداد و جوانای بسیار که آینده خوب دارن. من دیدم، من راستی واقعا بسیار خوش شدم، گفتم که انشالله که پس موسیقی یک اندازه زنده میشه. بله. در هر سطحش، چی در سطح آهنگای آرام و غزل و کلاسیک و اینا، و هم در آهنگای که چی بگیم پاپ. بله. پاپ موزیک هم مردم بسیار علاقه دارن. خب بسیار زیاد به اصطلاح جای شکران و غنیمت است که در حقیقت خود همی هنرمندا میگن سفیران صلح هستن. بله بله. با ورزشکارا. بله. شما به خاطرهای بسیار خوشی از افغانستان آمدین. خب ابی آینده رو شما چی گونه میبینین به در داخل افغانستان ادامه وضعیت به نفع هنرمندا میبینین، به نقص هنرمندا میبینین؟ والا من راست خدا بگم، گرچه که آدم نمیتونه تو چی کنه، چرا هر کس تزدید مختلف داره، ولی از نظر من، من فکر میکنم که در ساحه موسیقی، هنر، بله، هر هنری که هست، بله، و سپورت، این مسائل در همش اوج کار جریان داره. بله. اگر دولت یک اندازه تشویق میکنه یا نمیکنه گپ جداگانه است، ولی مردم خودشان، بله، اینمی علاقمندی رو پیدا کنن که در این مسائل سهم بگیرن، مصرف کنن، پول بپردازن، بالاخره امو آرزویی که دارن امو برآورده شوه. تمام کارا رو طبعا دولت نمیتونه که دفعتن به همه کارا برسه، ولی متاسفانه که اقتصاد ما، مردم هم ضعیف است، نمیتونیم که چی کنیم. با وجود اقتصاد ضعیف، فضل خدا بسیار به نظر من آینده روشن است انشاءالله. شما مصاحبه های زیاد و گفتشونت های زیاد در تلویزیون های مختلف هم داشته. بله. میخوام یک نظر کوتاه در مورد پذیرش از شما در تلویزیون ها به چی اندازه بود؟ آیا رضایت شما بود نبود؟ وضع رادیو و تلویزیون ملی افغانستان چگونه یافتین؟ من در قدم اول که رفتم، خب یگانه تمرکز کار من در قسمت کارهای هنری خودم بود که من باید کارهای خودم، چون وقت کم است، باید هر چی زودتری را سازماندهی بکنم و ترتیبش بکنم که زودتر خلاص شود. در ضمن ازی با تلویزیون ملی همکاری داشتیم، با تلویزیون آریانا همکاری داشتیم، باختر، امروز، ستاره، نمیفهم، بسیار تلویزیونایی بود که اونا استقبال میکنن از آدم، مصاحبه با صوبانه دارن اکثرا و
ما باز مصاحبه داشتیم، باز دوستا اینجا هم دیدن، طبعا در تلویزیون جهانی که نشر میشه، دیدن دوستا. دیگه رادیو و تلویزیون ملی خو همکارای سابقه است، طبعا آدم میبینشان خوش میشه، ولی همکارای نو آمده اونجا و در ضمنش آدم باید بگه که سیستم یک اندازه تغییر کرده، به این مانا که آل کمرای نو آمده، کمرای دیجیتال آمده، سیستم کار دیجیتال شده، امیام یک موفقیت است که انشالله ما فکر میکنم که روز به روز تلویزیون ملی هم بهتر شده میره. بسیار نشتی خوب است. برنامه‌اش هم یالم کاملا وسیع از نگاه نشرات خود و ما فکر میکنیم که دیگه هم آموزنده میشه، دیگه هم وسیع میشه، دیگه هم بهتر میشه. بسیار خوب. دیگه با خاطرات بسیار جالب و مثبت از افغانستان برگشتین. بیننده های قدرمند نجیب جان رهی، بر تازگی ها از سفر به اصطلاح هنری بگویم، از کشور برگشتن که کلیپ های بسیار جالب اوجه تهیه کردن و در طبیعت زیبای افغانستان و ابتکار کنا کردن. اکثریت کلیپ های از اینا را جوان های مستعد افغان تهیه کردن که بسیار زیاد قابل افتخار است. و انجینر صاحب شریفی هم به اصطلاح همطور آماده و تیار، یک آهنگ شما رو روی دست داره که یه آهنگ مقبول هم یک جای میبینیم. لطفا با ما باشیم. پاکت به نازم بسازم
هستم تو را بعد از خدا قبله‌گاه نیازم، می‌پرستم تو را بعد از خدا قبله‌گاه نیازم. نجیب جان راهی خودتان در مورد کلیپ صحبت کنین، کیا باید شما هم کاری کرد؟ ای آهنگ اودیوش باید بگویم که من خودم شعر و کمپوز موسیقی ترگه پاش خودم چی کردم، یک احساس داشتم چون از مادر دور بودم، روز صبح وقت بیدار شدم بازمی آهنگ شعرشتم کلمه متعمد تصادفی از اون دوری مادر باز کمپوزش هم درست کردم و بالاخره کار کردم سر کار موسیقی شیره در یک استودیوی که از روسا بود اینجا در خود هامبورگ است ثبت کردم و مسئله ویدیویش خواستم که کمک کار جاندار باشه کلیپش، اینجا چون امی امکاناتش نبود کلیپ از ایران در افغانستان باز تهیه کردم که بیننده عزیز دیدن که خانم متخصص بوده بودن به اصطلاح همکاری داشتن. این یک سناریو داشت که مادر ما مادر دو چیزم بگیم، یکی مادر خودم هست، یکی هم مادر وطن هست. در اینجا فقط کلیپ از این شکل ساخته شده که یک مادر است بچهش رفته در عسکری، ای او را در خواب خود میبینه و بچهش اونجا پریشان است بالاخره، یا منو وقتی که گل او میپرته به این معنی است که ای اولاد خود امون رقم تربیه کرده که کلان شو ترگپا، یک سناریوی چی داره طفله که دستش میگرن ترگپا دیگه. ای را در افغانستان تا یک کدم بسیار یک چیز خوب بود، کمپانی خوب بود که یام از موسوی میگفتن بسیار اونجا نام داره، در اونجا تهیه کردم میشه و مرا چون امی شوق ما بگم یا امی آرزوی ما برآورده شد که ما بر مادر خود یک چیز خواندم و مادرم هم آله میبینه او را طبعا خوش میشه گاهی گیری هم میکنه. خب نجیب جان رایی زیاد نمیخوایم به اصطلاح شما را پرسش‌های زیاد داشته باشم، ولی یک واقعیتی هست که خودت در شماره هنرمندایی هستی که واقعا بسیار قلب پاک و یک انسان بی‌آلایش هستی. هیچ وقت خودت کس در ندیده که خدای نخواسته غیبت یک هنرمند کرده باشی، همیشه در مورد همه هنرمندا نظر بسیار نیک داشتیم. میخوایم نظر خودت بسیار مختصر در مورد رقابت های هنری داشته باشم که فعلا نام خدا تعداد هنرمندای ما هم زیاد است. بله. از نظر خودت کمیتر بیالایش برخورد میکنی، رقابت های هنری را چگونه میبینی؟ رقابت هنری چگونه باید باشه؟ آریان صاحب سوال بسیار خوب است، منتها اگر من بتانم درست جواب دادم، فکر میکنم رقابت ها در هر کار دنیا رقابت حتما باید باشه. بله. و بی رقابت نمیشه و رقابت گفته خودت که سالم باشه، نه ای که رقابت به معنای تخریب. بله. کسی دیگه را تخریب کردن، خود تبارز دادن، این کار درست نیست. وقتی ما نام از هنر میگیریم، این شامل تمام هنرها میشه و هر کسی که دمی عرصه کار میکنه به این معنی است که همکار هستن. بله. و یا یک کشتی را پیش میبرن. بله. دمی بحر هنر یک کشتی را پیش میبرن دیگه. اگر یک نفر زی جنبه تخریبی داشته باشه بالاخره این کشتی را سوراخ میکنن دیگه، او داخل میشه تمام این مسائل خراب میشه. و من فکر میکنم همیشه دوستایی که در ساحه هنر کار میکنن اگر من اشتباه نکنم فقط یک نظر داشته باشن که همیشه ایره داشته باشن پیش خود که هر کس شنونده خود داره، هر کس کار خود داره، هر گل بوی خود داره، هیچ کسی از هیچ کسی بهتر نیست. یک آوازخانه، یک نوازنده، یک رسام، یک نفر خوش داره، یکی دیگه کس خوش داره،
به این معنی نیست و به این معنی نیست که اگر فرضاً یک کس یک آوازخوان خوش داشته باشه دیگه کس از او رنگ ببره و تخریب کنه و پشت از او از هزار رقم گپ بزنه. فکر کنیم تمام زندگی هم طور هست. این خداوند بله. هر انسان برای یک کار آفریده. بله بله. هیچ انسان در حقیقت بیوده خلق نشده. بله بله. پس نظر بسیار نیک است. بازم جنجر صاحب شریفی که بسیار زیاد دلسوزانه سر آهنگای شما کار میکنه، یکی از کلیپای مقبول دیگه شما را آماده داره. زنده باشه شریفی سر. زنده های عزیز یک جای میبینیم. احمد جان. بزده بزده نور بزده دا گلی و دا جنگونا بیلی نکڑه پوکل مزکه دا قومون ملیتونا بزده بزده نور بزده دا گلی و دا جنگونا بیلے نکڑے پپل میں اس کے ڈبوں میں یتنا ٹول دکھ دے دے پار یو شے یو ملت شے آو یو موٹے ٹول دکھ دے دے پار یو شے یو ملت شے آو یو موٹے دکھ پل خورے حفاظت کرے سرور کرے کل سنا دخ پل خوره فازت کره سر ور کره خپل لاسونه داز مونگ افغانستان ده تا پو مونگ بانده دیر گرانده بلوچان که ترک منان دی پشایان که فرایان دی که پختون تاج گزبک دی هزاره که بدخشان دی طول ده دی خور بچان دی آخر بس کره تا پیرونه طول ده دی خور بچان دی بسته تو پیرونا بزده بزده نور بزده دا گله و دا جنگونا بیلی نکڑه پخپل مزکه دا قومونا میلیتونا د میرویس او احمد شاه غونده دا خوره و ساتونه د میرویس او احمد شاه غونده دا خوره و ساتونه بزده بزده نور بزده دا گله او دا جنگونه بیل نکڑه پخپل مینس که دا قومونه می Thank you.
ده نجیب رهی درخواست داد پاک لا دربانا چه حسا شیز من خلق او آباد دخت و خارونا هر خواب خوشالی وی خوشبخت زندگی وی دا وطن بلا لزار شی بیا با وکرو وطنونا دا وطن بلا لزار شی بیا با وکرو وطنونا بزده بزده نور بزده دا گله و دا جنگونا بیل نکڑه پخپل مسکه دا قومون میتونا مقبول میهنی واقعا زنده باشین شما. و جالبش این است که شعر شما است خودتان بود. بله نام برای شین دیگه. من همون تو که گفتم در مورد مادر، من در مورد وطن هیچ نخونده بودم. بله باز بالاخره یا یک چی بود الهام یک الهام بود یک خاص بود یک احساس بود آمد که من شعر پشتو گفتم. خوب بسیار شعر پشتو گفتم و در ضمنش کمپوزش هم خودم تهیه کردیم، به اصطلاح درست کردیم کمپوزش هم و خود کلیپ از یه آهنگ افغانستان تهیه شده و ناگفتنم مونه که من بسیار خوش هستم اگر بتانم که من شعر بگویم، اشعار فارسی گفتیم، طبعا اشعار پشتوم گفتیم تقریبا، لیکن پیش باز کسا اصلاح کردیم، کسی که پشتو رو میفهمن پیش از اصلاح کردیم همی شعرهای خود، شعر اردو گفتیم، یک آهنگ دارم که شعر فارسی و پشتو و اردو داره، زبان اردو رو شما بلد هستید. والا تقریبا خوبه دیگه. یا آهنگ ما ساب کردیم، انشالله که ویدیوش درست کنم هموطن عزیزم میبینن که چی شده. و در ضمنش آریانس ما دیدیم که خودت هم زیاد علاقمند شعر هستی، خودت هم شعر میگی نمیگی؟ والا علاقمند شعر و ادبیات خود طبعا که هستم، یک به اصطلاح تا علاقمندی همیشه وجود داره، ولی یک خوشبختی که امی پنجره اروپا در پالی خوشبختی های دیگره که برای ما داده، دوستای فراوان را پیدا کردیم، چند دوست بسیار عزیز هم از طریق امی تلویزیون پیدا کردیم که جناب آقای اسحاق سنا یکی از شاعرهای بسیار خوب و کهنکار افغان است که خود استاد لطف کردن و برای ما زنگ زدن، در کانادا تشریف دارن، یادشان بخیر، بسیار شاعر خوب است و یک شاعر بسیار بسیار خوبه که حتی در سالهای بسیار قبل اونا اکثرا اشعارشان جایزه اول می گرفتن، در نشریش فراموشم شده، استاد ظاهر مشا که از استادای بسیار سرشناس لیسه قاضی است، استاد ادبیات است، بسیار تصنیف‌ها را برای احمد مرید، شادروان احمد ظاهر و اونا جور کردن و تصادفاً خوشبختانه که استاد ظاهر مشا هم در این تازگی ها در آلن دیروز با هم صحبت شدیم. بله. که بسیار غذا سرای چیره دست است. امیدوار هستیم که در برنامه های بعدی و استاد ملتهب که چقدر یک غزل مقبول، دیروز پریروز هم رای آقای حسام به دیدنشان رفته بودیم، یه دیوان تازه خود روی دست داره، نام خودش شاعر ملتهب سرمی چی بودن، استاد بودن، استاد بودن که بسیار زیاد شاعر بسیار خوب چی فقط همکار بسیار خوب است که برای ما روحیه می بخشه، همین دوستا هستند که نار پیدا کردیم و وعده کردند که پنجره اروپا را بیشتر و بیشتر رنگیلتر می سازن و خصوصا ما از استاد اسحاق سنا و استاد ظاهر مشا و آقای ملتهب خواهش خواد کردیم که اشعار خود برای ما روان کنن که شما هم بتانین استفاده کنین. بسیار خوب است. خب بیان باز بخیر در خلال برنامه یک شعرم بردان میخوانیم. بخوانیم فعلا نه، بخاطر که خسته کن نشوه، چون موسیقی از در پالی موسیقی شعر هم باشه. بازم انجینیر صاحب شریفی زیاد طرفدار موسیقی است، که شعر چندان خوب نیست. نه نه حتماً بعد از آهنگ حتماً میگیره. میتونین آهنگ پخش کنین. مگه شاعر های زر مفلس هست دست خود. موسیقی
رفت و زده شادمانی بیرسید ناگهانی بیرسید و ناتوانی تا به جهان ره تو شدم بی خبر از هر چی بودم کودکی خوب بودی نمودم آن زود گذشت آن زمانه سرشار اما با آن نرسیدم جز درد و غم هیچ ندیدم آن زود گذشت این جوانی
کابل. کابل نام پر افتخار در تاریخ سرزمین آبایی ما افغانستان. هموطنان عزیز، رستوران کابل در قلب شهر آمبود اشتایندم شماره 53 همه روزه با سرویس غذاهای لذیذ افغانی به شکل بوفه با کارکنان مجرب از شما پذیرایی می کند. کابل رستوران همه فرمایشات شما را در شهر آمبود و شهرهای اروپایی می پذیرد. مختصر تبصری داری سر از این ما باز اگه تکرار کنم که باز هم این شعر و کمپوز از این آهنگ هم از خودم است و در ضمنش موزیک شام خودم کار کردیم، اما احساس ما بوده، اما آلات موسیقی که ما در استفاده کردیم و در ضمنش ملودی هایی که در استفاده کردیم احساس ما بوده و یک دوره زندگی ده که از طفولیت تا وقت که آدم بالاخره تنها میمونه میمونه به اصطلاح خب خلاصه دیگه مفهوم از میره داشت زندگی یک راه دیگه فقط یعنی اونم اینم تو یک چیز داشت روال داشت تا کوشش کردم تو اما تو صحنه ام برش بسازم سر زیاد زحمت کشیم در حدود 9 ماه زحمت کشیم امرای رفیع جان قادری که این کلیپ ما تهیه کرد. خب و بازم بسیار مختصر میخوام در مورد اشتراک شما در محافل برون مرزی اینه در اروپا در هامبورگ که شما تا چی اندازه در محافل هم اشتراک کردین و یا از نظر شما برای از اینکه یک شب کنسرت خوب ترتیب شوه مختصر میخوایم نظریات شما رو داشته باشم. من کنسرت هایی که دایر میشه به نظر نیک میبینم به خاطر از اینکه مردم ما حداقلش حداقل در یک سال نو یا در عید یا فزن یک جشن بهاری اینا با هم یک جای میشن یکی دیگه خود میبینن یا از یک کلتور و فرهنگ افغانی خود با خبر میشن. بسیار گپ خوب است. منتها من امیدوار هستم که آل تقریبا تغییر کرده به این معنی که بهتر شده، آل یک اندازه نزاکت ها زیادتر مراعات میشه در محافلی که دایر میشه اینجا. متاسفانه کم شده ایره میفهم چون در این مورد باید مردم همکاری بکنن، کسایی که اشتراک میکنن حمایه بکنن این چیزا را که بالاخره ای برای اولادا برای کسایی که در اینجا به دنیا آمدن برای زیاد یک چیز جالب است و باید درست پیش بره. اگر فرضاً اونجا بازی به نزاکتی ها باشه، جنگ باشه، دوا باشه و سیگرت کشیدن باشه و به اصطلاح مشروب خوردن باشه و بازی مسائل باشه دیگه، باز از او اولادا چی یاد میگیرن؟ یعنی کسایی نسل جوانی که در اینجا به دنیا آمدن یاد با چی یاد بگیرن؟ این یک گپ است. بسیار یک نکته جالب اشاره کردین در کنسرت احمد ولی جان در آمبورگ. واقعا ما برای بار اول تو دقیق متوجه شدم که همین سهمگیری نسل جوان افغان بله. که نانام خدا چقدر برجسته شده بله. در کنسرت ها میاین و خودم در امو کنسرت حضور از اینا بسیار برجسته بود. به ایمانا که تنها اینا بیننده نبودن بلکه هنرمندان را بسیار تشویق میکردن بله. با هنرمندای به اصطلاح سابقه دار ما مثل آقای مددی و آقای زاهر وایدا و یک تعداد دیگه هر کدامشان نزدیک می شدن عکس می گرفتن بله بله. و واقعا بسیار زیاد نیچوانو تا نسل باید ما نادیده نگیریم بله بله. و اگر شمایی که هر قدر اگر محافل سالم باشه و خصوصا از یک تعداده که در داخل سالون سیگرت می کشن بله. این بسیار کار ناجایز است، مثلا اذیت میکنه یک تعداد زیاده که اینمی کار مثلا امیدوار هستم که بله. در پالی بسیار ممنوعات دیگه بله بله. این کارو نشوه بله. به هر حال بازم چون با مشکل وقت روبرو هستیم و کلیپ های شما هم کلیپ های مقبول است، شما مهمان برنامه ما هستیم زنده باشید، از ما به اصطلاح آزرده نریم. نینی خواهش میکنم. حالا کدام کلیپ تان روی دست است؟ حالا نمیفهم فکر میکنم بازم کدام کلیپ مست است. احمد جان میتونه که به ذوق خود نشر کنه هر کدام شکل میخواه. درست است.
سالون پذیرایی اسکار، سالون پذیرایی اسکار ایونت هال با داشتن 3 سال بزرگ و گنجایش بیش از 100 الی 1200 نفر در هامبورگ گلند در محیط گرم خانوادگی آماده پذیرایی از جشن‌های بزرگ و کوچک شما عزیزان می باشد. پذیرایی اسکار همه فرمایشات محافل و سرویس غذایی شما را از سر تا سر اروپا با سرویس عالی میپذیرد. آدرس سالون اسکار همشپورت پلاس شماره 98B21509 هامبورگ گلنده. شماره تلفن 0406301229. سالون اسکار با تجربه و اعتبار. با
پامیر قلل پر افتخار سرزمین است که افتخارش استقامت مردم و تراوتش تازگی بهاران را بزخان زنده می سازد. پامیر افق بلند دیروز و فردای روشن سرزمینی را به یاد می آورد که عشق، شعر و موسیقی را به بشریت هدیه داده است. شرکت پامیر افتخار دارد که در 16 سال گذشته برنجی به نام پامیر را به مشتریان عزیز خود عرضه داشته است که الحق لایق این نام بزرگ بوده و از کیفیت، طعم و پخت بی‌نظیر برخوردار می باشد. مراکز پخش برنج پامیر در اروپا: شرکت پامیر هامبورگ، شرکت ساعت دوسلدورف، شرکت پامیر لندن. بینندگان قدرمند، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا از شهر هامبورگ جرمنی سین، مهمان هنری برنامه ما نجیب جان رهی بود که شما گفته شنوده ما را و کلیپ های مقبول نجیب جان رهی را دیدین که اکثرش در داخل افغانستان ثبت شده بود. بله. خب نجیب جان رهی، چند دقیقه محدود هم در اختیار داریم. میخوام از پلان ها بگویم یا از برنامه های روی دست داستی شما در آینده چه چیزایی روی دست دارین؟ ما فقط میخوایم که امی آهنگایی که اودیوش تهیه کردیم، در حدود 6 آهنگ نو است که میخوایم اون ویدیو شو نمیفهم که چه قسم زمینه مساعد خواهد که چون این کار رو بکنم. این کارهای آینده است و در ضمنش طبعا کنسرت هایی که برام داخته میشه امکان داره که در او اشتراک بکنم و در مسئله اوارد که از طرف تلویزیون آریانا برام داخته شده دوام امکان داره که برم اشتراک کنم. یک آهنگ خود کاندید کردیم و آهنگ وطن که راجع به صلح هسته. ما امیدوار هستم دوستای عزیزی که خوششان آمده باشه میتونن که در سایت هنری اینترنتی برن و اونجا رای بتن به ما. این تقاضای ماست. بسیار عالی. بر شما ما فقط آرزو میکنم در زنده زندگی هنریتان، در زندگی شخصیتان زنده باشه و امیدوار هستم که در آوارده که در تاریخ 5 ماه مارس از طرف تلویزیون شبکه جهانی آریانا در کشور آلند را اندازی میشه، هجوم شما برنده شوین و موفقیت خالص برین. امیدوارم خوب زنده باشین شما. تشکر بسیار زیاد. خب بیننده‌های قدرمند، این بود گفتشنود هنری ما با نجیب جان رهی، هنرمند محبوب و سابقه دار کشور ما. تا تقدیم برنامه آینده پنجره اروپا، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شب و یا روز شما در هر کجای دنیا که هستین بخیر باشد. احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در هامبورگ. اعلانات تجارتی، تبلیغات تصویری، تهیه ویدیو کلیپ های هنرمندان عزیز را با استاندارد دیجیتال آدی تکنیک تهیه می دارد. احمد استودیو تبلیغات تاجران عزیز را که اعلانات خیش را از طریق تلویزیون پیام افغان به نشر بسپارند به طور مجانی اجرا خواهد داشت. احمد استودیو زمینه ای همکاری تکنیکی، ارسال و پخش برنامه های لایف تلویزیونی را برای شما برنامه‌گذاران عزیز از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان مساعد می سازد. احمد استودیو همکار فرهنگی شما. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره تلفن 2049-176-48-34-04-88 تماس شوید.